با شما هستیم عزیزان، گم شده پیدا شد. قاسم جان ابراهیمی که بسیار زیادم اگه پرسان میکردن قاسم کجاست، قاسم کجاست، دیشب برنامهش دیدیم که نامد دوباره در برنامه و هست با شما عزیزان. سر جان سلام بر شما، عیدتون تبریک باشه. عید خودت خود دوید از دیگر نیدم این وقتها که نامزاتی از دیگر مدیب جان از بیچاره در این مایی فروشی ها میبینی شده میده مایی را در نوروز میارن دیگر. در نوروز میارن شد، ما تجربه نداریم دیگر. خدا برسانی تا بخیر. آمین آمین. سمی جان عید خودتان تبریک باشه. قربان سمی بخیر باشی، سلامت. عید خودتان تبریک باشه. قاسم جان هم اون تجارهایی باره که یک دو تا دکان در شهر کابل پیدا کرد، باز دمای رمضان ترکیه میره یا روسیه. خودم این کشی از رمضان رفته بودی. یک سفر بیرونی داشتم اما این سفر خسته شده بودی، چکر رفتی. دقیق است قاسم جان، وقتی که هر روز آدم برنامه می داشته باشه ضرورت به یک نوآوری داره. نوآوری چمین میتونه باشه که یک وقفه را آدم بگیره تا اینکه پس دوباره اپدیت شدید. آفنده جان نواری بزند که بازم ماه رمضان را پیدا میکنه برفته. و در رمضان انرژی با او اندازم نمی باشه که در سر سیج بیایی و روزانه چار پین. خیده جان قاسم زده دیگه. قاسم جان بچاره. هم برنامه های دیگر پیش میبودم. بسیار زیاد برنامه را ثبت کرده و من نبودم. و واقع کردیم که قاسم تور انداختی میشه یک چند وقتی را. ولی خوب شد باشه تجربه. یک موضوعی که من نمی‌فهم برات بیندای عزیز گفتی گاهی یا نگفتی، مثلا قسیم میاد یک روز 5 تا 6 تا 7 تا 10 تا برنامه ثبت میکنه، مثلا تصور کنیم شما اوور شدم 5 تا سایکو 5 تا افغانستان سرزمین اوور است، کلگی اوور است. یکم اگه مامور سکه رو بم اوور است وام جاتو بر میشه کدم کمری کدم کمری که زیاد سینسین میره کد قاسم تابان و مبر میشه دیگه. یک روز در رو در رو گفتم میشه، گفتم والا چی یک شات نام خدا رفتید به خود پروگرام که میامد کرن زد ده دیوال. خب فکرش نبود؟ نه فکرش نبود، تشویقش کردم. تشویقش کردم بسیار خوب پیش بود. تشویقش نکن که بازدتش برش مشکل میشه دیگه. پنج برنامه ثبت کردن در ماه رمضان واقعا کار آسان نیست. در رمضان 3 برنامه معمولا ثبت میکردن و تایم شروع میشد ساعت 12 بجه و شاید تا ساعت 4 بجه را. در دیگر روزا 5 برنامه هم و تا را نو میخواستن برای 8 بجه میخواستن برنامه را شروع میکردن ساعت 12 و نیم بجه. خوب هم کارا رو بیبی و هم پشت تق میشن امراشون قصه که باز بیا برنامه رو. من خوب بودم، مقصد تمیشه بودم یک سفرک ناچیز، یک سفرک کوتاه رفته بودم، سفرک غریبانه، یک سفرک غریبانه با نگفتن امان دوستای قمه بیرون از افغانستان بری سفر غریبانه. در اوجان کبری خور رمضان است دیگه. در اوجان کبری چرا اونجا اونجا لالا خود حالت مسافر میزنی؟ فکر نکن یک نفر مزار رفته بود خود حالت مسافر زده بود. اما بسیار کارهایی کردیم که بخیر در آینده باز میبینیم که پروگرام ها رو انشالله که چیزا تا کردیم. در اونجا هم که رفتیم کار کردیم. من برنامه که وقت شروع میشه که با دایرکتر می پس سر میریم چی از داری؟ در جریان رمضان بسیار از خراب دارم، در دیگه وقتا خوب است. خوب خوب است در دیگه وقتا نوز خوشم میشه که باشه اگه وقفه شود برم یک چیزی بخورم. آه وقفه شود که یکان رقمس کنیم بیزو در خود رو درو کست ما در وقفهش میرقصم. آه بخاطر از اینکه از پیسی کلاب هم پیش باشم و دیگه زمن از یه از پیش سنه کده کامرمن ها باز در پشت سنه اینا خوش هستن. خب آه چون مردمی هم که میان خسته نشن. اگه پدگام هست که در بوزگی میتونی بری یک نوشیدنی بخوری، بخوری میتونی بری یک چای بخوری، یک خست رفع خستگی کنی. در رمضان خب چیز نمیشه دیگه، از او خاطر اصابا خراب میشه. بسیار مشکل میباشه، بسیار زیاد مشکل میباشه. و اینقدر سمی جان یک پیش بردن یک برنامه هر شب این کار انسانای نرمال نیست. اینو باور بکنین. باز وقتا در خود پروگرام که ما میاییم مثلا همی کل کانتنت میگن یا همون کل داستان برنامه پیش تو میباشه، ولی اشتراک کننده را یک سوال طولانی میکنی میگه آه کدام آهنگ میشنوی هرچی که باشه. اونجا بسیار سر آدم فشار میاد، تو باید اینمی برنامه را خودت پر بسازی شه. بله بله. اون نفر یا زیر تاثیر رفته یا گپ نداره یا جواب طولانی بر تو نمیده. کم کم اشتراک کننده است که او حرف برای گفتن داره و نطاق خوشش میاد که آیی چقدر حرف برای گفتن داره. باز از امون خاطر است که یگان دفعه قال مقال میکنی برای نه قلمقال نمیکنم، قلمقال نمیکنم. اکتینگ میکنم. اکتینگ میکنم. امروشن شوخی میکنم.
چی حال بود در یوتیوب ها قسیم رفته؟ یوتیوب ها دیگه سمی جان خودتان میفهمین دیگه که یوتیوب ها به خاطر تجارتشان هر کار که میکنه خداوند بر از یا کدام نقطه ضعف ما را خدای ناقص از هیچ کدام ما را از هیچ شخصیت سیاسی و نری و رسی بر از یا نتا که حال اینا مضمون میپالن دیگه الا اخراج قسیم است و فلانی فلانی قدری گپا زیاد بود دیگه یوتیوب به نام قیس جلیلی میگه خبر را پخش کرده بود نه یوتیوب از به نام خودش نیست کدام یوتیوب مخفی داره گفه کامرش مالو میشه و یوتیوب چینل ها فیسبوک ها یا زیاد سر از این گپا بس کردن و حال بر ما هم عادی شده این گپا حال خوب است اکثریت باز باورم نمیکنن میگن تا که باش از زبان خودشان نشنه نه اصلا قابل اعتماد نیست زیاد ترشن فضا وتر شده کمی بیخی چهره نفر کمی ببینن چی میگن نه والا دروغ شد فضا بود رقم شده یارا صحیح یک کار بکنن اعتمادی شده دولت باید یارا راجستر بکنم یوتیوب چینل ها را نه مثل که نفر پاسپورت نیست. شورای خارج همین رقم است. آه تمامش. در کشورهای بیرون وقتی که برخلاف از کشور اکسیز نوشتن میگن در فیسبوک یا تو را مستقیم زمین جایت پیدا میکنن. آجانا او را پس میخوان. بله بخاطر یک چند از خارج رفت دولت قانون خارجی ها میگه. نه خوب سره یک گپ خوب است شما داخلی های رقم مشکلات دارین ما خارجی ما خبر تیسی اونم یگان نقطه های منفیش استفاده میکنیم یک چینل ها تک خدای ارجانشون و مردم قسم جان به تشویش میکنن اینا واقعا این درباره خود ما درباره شما درباره سهرشان بله نامزاتی سهرشان چی حال بود سر نامزاتی سهرشان مثلا تامیر و امیر پرسان میکنن پرسان که خوب برادر من او اگه سهر هم کار مزدگم من نمیتونم که برو کل جزیات از رو بیم برای تو قصه بکنم نه در یک جای میری در یک جای میری مثلا عرف کلش از تلویزیون میباشه کوش میکنن که گزارش از تایه بکنن باز وقتا خوشحال نهی باشه سمیم جان برات که فامیلی یک جای میری خوشداری که مثلا یک نفر بیاد در مورد تلویزیون کار مثلا اینکه یک دکتر موتو در روی سرک ببینیم بگیم بگیم مرک ماینه کو یک پلیس بگیم در روی سرک ببینیم بگیم تو بگیم رسم تعظیم میگه چی میگه بر ما انجام بده کار ما در پیش سن هستیم از خاطر خودت ما یک ماه مکمل جای نرفته مر جای میرفتیم میگفتم قسیم کجاست چرا نامد باز دیگه در پالش خود دیگه با سوال ها دیگه ادامه پیدا میکنه سر خود ما چی حال بود نال شما ایره میدانید یک روز دیگه قسیم نشان میده موبایل چی میگه سعی کن که ما هیچ مسجال جواب نمیتم از خاطر که حال چی بگویم که ما یک چند روز بعد پس میایم در کنار همین مردم هستم رفتن رخصتی دیگه نیاز با مردم سرجان بسیار لطف میربانی هم کردن اکتاده قدر لطف میربانی کردن قبل بزرگی کردن موضوع دیگه قسیم جان خب یک عکس دختر خانم است خب این خودم از اینستاگرام گرفتن از فیسبوک گرفتن از کجا گرفتن آوردن این رو ماندن در این ویدیو در این کنجک مثلا یک عکس دیگه از قسیم است مثلا رابطه پنهانی قسیم با فلانی با فلانی او را که پلی میکنی او زندگی شخصیت است فقط گفته این قسیم در طلوع کار میکنه اینقدر ماش میره و اگراس در روخ اونم رابطه پنهانی اون دختر کلش گم میشه اونو از کجا بود یکس در اینجا اینال آدم میره فکر کنه که اونو دختر فامیل داره بیادر داره پدر داره عزت داره قوم داره خیش داره این یکس از کجا تو کردی از این کده آدم هر کار دست به هر کار بزنه اما این کارو نکنه حالا خان شما میفهمید سمی جان فیلمای عروسی تو متوجه باشین بیاد فیلمای عروسی که اوجا رقص کردی اونوار رو بگیرن در فیسبوک ها و یا مندازن رقص خیر الالا در یوتیوب ها بگیرن مندازن و موضوع دختر که کل قگک میکنه چون بخاطر بچه باز میره بخاطر دختر ها سر میکنه تیداد باز اینی ای میخوان که موضوع جالب بسازن یعنی با آبروی و عزت از او جزی از رویت و یا در سر مردی یک نفر میرن برو قبرش فلم برده کنی یکی کار بسیار زیاد خراب است چی ترتیب کردی نو جوان حالا تو سر قبر ها میرن بیچاره قبر فلانی رفته در اوج یک نفر صحبت میکنه در دقیقه 15 دقیقه و میگه قبر فلانی سر مردی از اون نفر بیچاره تجارت یا شروع کردن که دیگه باید دولتی را متوجهش باشه من یکی از گزارشگرای تلو نیوز که از طبقه و ناس هست من گفتم کدام وقت فکرتون باشه که در کدام محفل دختر خاله و بچه کاکا و یا رقص نکنه نه رقص نیست شهید که همه را ایراد زده کرد مثلا یک من نازر خور وام یک انسان هست وام فامیل داره هست خود یک تفریه داره یک گزارشگر هست یا نطاق هست هر کسی که هست چقدر فیلم های امیر رقصا در عروسی های خودتان یا کنیم برای لیدش یا تیترش ها ترنشته میکنن که مردم بره کلک کنه ببینه و برای زوا پیسه بره اما امیر مفت کنن که خیلی خوب است با خدا بسیار اگر خوب میشه من یک جایی رقص کردیم در یکی از عروسی ها قسم رایمی بندی شد آه باز هم بندی که اول زندانی شد اول مرا گرفتار کردن بعد از اون محکمه مرا کردن بعد از اون مرا بندی کردن در فیسبوک ها و یوتیوب ها بعد از اون مرا آزاد کردن مرا خود مستلو اخراج کردن
مرا 34 دفعه اخراج کردم. وام چی است؟ همینا نهایت به علت بد اخلاقی که دلیلش را گفته نمیتونیم. خب گفتی به علت بد اخلاقی که دلیلش را گفتن دیگه ما خیم از بد اخلاقی که کدام واژه دیگه بدتر باشه که ما دیگه علت چتو نمی. برام هم تکس نوشته کده بودن نه گفته بودن سبب همین بد اخلاقی قسیم سبب شد که رستلو اخراج بکنیم. باز یک بار مریم بیچاره را انداختند. باز چه مردم به مریم گپای نوشته کده بودن. او بیچاره خودش خبر نداره که دلیل اخراج ازی مریم خرمی است. عکس مریم یا خود ما چهره کل ما را جور میکنن ماشای ما را مندازن. خب باز مریم چطور فهمیدن که مریم دلیل میشه بعضی اوقات که یگان کس بره دیگه کس چرا نمیدن دیگه هم کلی تو نباشه چیزه که مردم نگویم چیزا برای یوتیوب یک گپ دیگه دوست نه ولی یا نه مگر مریم که اندخت نیدن دیگه متاسفانه دیگه چرا انداخته بودن مریم خچور دیگه کسی ننداخته بودن سعیم جانم یوتیوبار هم اگر که استفاده میکنن خوب استفاده کنن تجارت هم برش میکنن کانتنت خوب تولید بکنن با فرهنگ کار بکنن درست است اگر یک چیز مثبت از ما و خودت اگر میبینن نوشته بکنن او را خودت هم که ببینی شاید خوش بکنی شنه یک لایک هم کنی یک بگفتی هم خارجی یک ویو هم شاید یک نواری از خود داشته باشن نه یاد گونم اکس های ما شما را گیر کدن اکس ها را بگی پرتو اور اکس مرا که تو ایتو مردم ها مندازن یا این از او بیادرهای نروزی یکان دفعه یکان اکس ها را میگن که از وام را چی میکنن که دلیل اخراج ازی فلانی خان است. او برادر من نیستم، من انسان عادی هستم. قیس جلیل برادر راضی بود. اینه فعلا برادر راضی شده. برادر راضی است، برادر راضی است. اما سیم جان همین خوب است که همین کسایی که در افغانستان خدمت میکنه خودتان سرجان همین هر کسی که در بخش است زندگی یک بار است رنجاندن قلب یک نفر بسیار یک کار آسان است چقدر خوب میشه که بانیم که امیا به طور خوب زندگی کنن میدونی سیم جان که ما امیال تکلیف روی پیدا کردیم کل ما یه ما گفتم که باز وقتا بسیار چیزا رنگ میبریم میترسیم ادامه صحبتات بعد از وقفه صحبتات بسیار شیرین است قسیم جان وقفه سلام و سلامتی، عیدتان مبارک، جیبکایتان پر از نقل، لبکایتان پر از خنده، دلکایتان پر از آرزوهایی که هی پی هم و یکی پشت دیگه سمر بده، سمر بده، سمر بده و شما از فراوانی خوشبختی گفته نتانین که بس و هی خوشبختی باشه که سر شما بریزه و بریزه و بریزه و شما حال کنین، خوش باشین، لبخند بزنین، کیف کنین و احساس خوشبختی زیر پوستتان بدوه برای شما توفیق ایدی هم دارم آهنگ سویی آهنگ عاشقانه سویی ای که پشت ای آهنگ چی قصه و حکایت نهفته ای را براتان بزودی شریک کردنی هستم با شما گفتنی هستم آرزو میکنم که ای آهنگ سویی را برای کسی که در زندگی عاشقش هستین برای کسی که عشق زندگی شما هست اهدا کنین تحفه بدین بیا خوشحالی دا چی اختر رغی بیا خوشحالی دا چی اختر رغی ادمینی دکا دکاو بخت و رغی ادمینی دکا دکاو بخت و رغی سلام بیننده های عزیز شبکه جهانی طلوع فرا رسیدن عید سید فطر برای تمام مسلمانان جهان بخصوص به مردم نجیب و شریف افغانستان که در هر کجای دنیا هستند از صمیم قلب مبارک و خجسته باد میگویم و از بارگاه خداوند آرزو میکنم که به برکت عید از صلح و امنیت دائمی در وطن عزیز ما افغانستان بیاید و دیگر مردم ما از گزند آفتهای مانند کرونا، جنگ و بلاهای دیگر در امان باشد و هموطنان عزیز ما مانند عید سرشار از خوشی و لبخند باشد تشکر درود خداوند بر شما بیننده های عزیز تلویزیون جهانی طلوع عید سعید فطر و تمام مسلمان های جهان و ویژه مردم عزیز افغانستان تبریک میگم و در سیمای شما به مردم عزیز خود تاجیکستان نیز عید تبریک میگم چون بیننده های تلویزیون طلوع در تاجیکستان خیلی زیاد است و آرزو میکنم که نماز روزه های شما به درگاه الله قبول گشته باشه و صلح و امانی در مملکت های ما انشاءالله که پایدار باشه و دسترخوان پر از نان و از این فرصت استفاده برده
دعا میکنم که هیچگاه در خانه های شما دیگر غم نبیاید و همیشه صحت و سلامت باشه. خدا نگهبان همه ما باشه. آمین. تشکر از هنرمندان سرشناس افغانستان و خارج از افغانستان و همسایگان ما که پیامای ایدی فرستاده بودند. پیامایشان را دیدین. سهرجان با شایب جان اکبری یا چاریکاری هستند و فکر کنم غذا آماده شده. بله باش که قاسم جان نگویه که آل طرف چاشتم اومدم ما گوش نه پاسخونه میره. خداوند کمت نکنه. اصل توی کارا رو به این خاطر میکنی داش پاسخونه خدا نشون میده که موجب زود تصمیم بگیره که ما آشپزی رو ما گرفتیم که آقا زن چه کاری بوریسته. تشکر سر جان. خوبه سن ویادر بخیر. جان ستمند است ان شاء الله عید تبریک باشه. از شما هم چنان بخیر سلامت. بخیر باشی. سلامت باشی. شایب جان غذا آماده است؟ بله آقا غذا رو میکشیم بخیر. آ تا چند دقیقه جور شو بسر وقت کم گرفت. آ یک 35 دقیقه دوباره گرفت. سر مزه‌دارم معلوم میشه چه ریسک خوب باشه. یک رقم پلاو میوه‌ای است که مختص به این است. این کار رقم است. زیاد چربش نکنید. والله آفرین شایب جان. شایب جان تو آشپز محلی است. بهترین آشپز محلی. مجنون جواب دادیم؟ مجنون نه مجنون در افتاری بود. ما چی کارم مجنون جواب دادیم؟ کالا زال سر از کدام گفت نکشنیم و زیر میتو باشد. سهر گفتم گفت که والا گفت خوب غذای محلی پخته میکنه. تو مجنون جواب دادیم؟ نه مجنون جان است. نه باز من احتمال ما چی کاره که مجنون جواب بده؟ مجنون خودش رئیس است. کالم مجنون که دزی عکساش در یوتیوب پرتن. شایب جان عزیز ممنون. شایب جان قربان چم ازی که در برنامه آمدی وقت گذاشتی. سلامت باشی. یادآور شوم که شایب جان دو کتاب آشپزی هم داشت و کتاب سومش هم چاپ شده. کسایی که الان چاپ میشه دیگه بخیر داینده نیز بخیر چاپ شده. کسایی که علاقه من دیگه آشپزی دارن بگیرن. دو کتاب در نظر داریم بخیر که غذا و فرهنگ نوشته بکنید به فرهنگ غذای ملی افغانستان رو برای مردم بمعرفی کنید. سلامت قربانت اکبری صاحب. میراج وفا همچنان با ما هست. قاسم ابراهیمی میراج وفا رو زیاد دوست داره. آهنگشان بسیار دوست داره. من پیشتر همراه وفا صاحب صحبت کردم گفتم یکی از خوبیای آهنگی است که بسیار شعر شیرین داره، کمپوز بسیار نازنین داره، کمی شنونده به یک بار شنیدن خوشش میاد. دوستش می داشته باشه و قاسم هم در رو لپسنگ میکنه و آهنگ و این آهنگ دوباره به خاطر قاسم بخونه. میراد جان من سلام خدمت قاسم جان عزیز. عید براتون تبریک میگم. بوی پلام آمد خدا نره صبر بیشتر بخونم. قاسم جان نبود به افتخار از قاسم جان از اینجا با ما و این آهنگ زیاد دوست داره. دوباره یانگ یک بار میخوام. خدا من کمت نکنم. میراد جان ما در رو در رو هم در پشت صحنه میره برام پلی میکنن و یک از آهنگایی که مود ما رو جور میکنه می آهنگ. باز خودت میتونی رقص کنی یک محفل خودمانی رفیقانه از بچیش دیگه. صحیح مکمل دی برنامه صحیح مر رقصه خودمانی دیگه من فکر بکنم. نه نه خدا نکنه از برنامه ما خودم ما رخصت هستم رقصندگی کردیم. یا وقتی کم بچ برنامه گپ کاش می بود در دل من نه بیرون گپ نمی بود دل بر می بود پیش من
مرا خوشی به قاسم جان بگی یک نه یگانتری دگام یگانتری دگام بخونه یکی از پیشترکو کجکی ابرویت میشه گفتم مثلا این ویدیو مگه مکس کنی که خوب خاطر شد کجکی ابرویت اجازه سرجان ببخشید حالا یار جان تو کفتر باش ما باشن رفیق به وفا هرگز نباشن که ما تو می شوان و جانم آمده توی رفیق به وفا سوال می عمرس که مغز استخوان را می تراشن که ما تو می شوان و جانم آمده توی همه مردم شده خدا یا دشمن همی گب کاش می بود در دل من نه بیرون گفت نمی بود دل بر می بود پیش من نه بیرون گفت نمی بود دل بر می بود پیش من یار به وفا صد بار لعنت ندارد ذره مهر و محبت که ما تو نشانم و جانم آمده توی به هر قریه روت یک یار گیرد ده یک یار که کنه صبر و قناعت که ما تو نشانم و جانم آمده توی همه مردم شده خدای دشمن همی گپ کاش می بود در دل من نه بیرون گپ نمی بود دل بر می بود پیش من نه بیرون گپ نمی بود دل بر می بود پیش من هم یک دفعه دیگه هم سه بار یه سر ما خوندین قربان چاو میرا جان این آهنگ بسیار گفت دوست دارم بسیار مقبول بسیار مقبول میشه اگر فرش خودت بخون من نمیتونم خراب نکنم شهر الله یار جان خطر داره جدایی نهال به سمر داره جدایی که مطال میشون نو در جان ما مدتا والا مزکت منم دیگه یک انتریج خودت بخوان خیر است امی یک چی بود که میگم لباسشان ز پوسته بره باشد پلنگ از دستشان آواره باشد من دوبیتی رو یاد ندارم مشکل یک دوبیتی دوبیتی خودت بنداز در بین آمیانه باشد کنم بودم یار جان خطر صفه دستی ما پوش کالای سیا بجل و میکوشی ظالم تو ما را که ما تو میشوانا جانم آمده توی صفه دستی ما پوش کالای سیارا و جلوه می کشی ظالم تو مارا که آتاو می شود نه و جانم آمده توی و جلوه می کشی خوندار می شی جوان استم بی بی روی خدا را قسیم جان که آتاو می شود نه دشمن همی گب کاش می بود در دل من در بیرون گب نمی بود سمیم می بود پیش منه در بیرون گب نمی بود ماما می بود پیش منه در بیرون گب نمی بود سرگم اپا سرگم اپا تشکر تشکر کجکی خود معراج وفا بخونه آه کجکی را که یک انتر یک شگه اگر یاد داشته باشه که سعی سعی اگر خود رو کمک کنی خود رو معراج جان دو دقیقه کجکی ابرویت نشه گشتم است چی کنم افساز مال مردم است زیم 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 کجکی 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 ابرویت نشه گشتم است چی کنم افسوس مال مردم است
زین 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 کجکی ابروی پیشه گشتم از شکنم افسوس مال مردم از شکنم افسوس مال مردم از کیف کردیم واقعیت کیف کردیم تشکر سلامت لطف کردیم در برنامه تشریف آوردن قسیم جو آره دیت برنامه بیا لالاک فلا و ملا تو در رو درو چیرش کو خوبش معلوم میشه تشکر از صاحب جان عزیز چیرش خوش معلوم میشه خانوز نخوردم قضا نه استاد کتاب نوشته کده اینا معلوم بشه خب از معراج وفا یک دنیا سپاس و ممنون دقیقاً لطف کردین و خصوصا نوازنده عزیز که چقدر خوب شما مینوازین سلامت قربانتم موسیقی را که تکمیل میسازه نوازنده بودن نوازنده هیچ چیزی نیست نوازنده که نباشه دیگه آوازخوان نیست دقیقاً نوازنده عزیز یک لبخندم داشته باشه این است یک لبخند نمیتونه لبخندی نک صحیح لبخند داشته باشه حالا شعیب جان عزیز قربانت لالا سلامت باشی زیاد تشکر لطف کردی اومدی بخیر باشی بخیر باشی اسام دلت خوش بخیر باشین خدا نگهدار تا برنامه بعد که در خدمت شما حاضر میشیم بخیر باشین تشکر از سهر جان تشکر از قسیم جان ممنون از هموطنان عزیز ما تا هفته بعد خدا نگهدار تک تکتان ویژه برنامه های طلوع را هم فراموش نکنین در این شبای عید عید بسیار خوب و خوش برای تک تکتان آرزو دارم تشکر قسیم جان بخیر باشین خدا نگهدار تا بخیر باشین